به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ببینید بچه ها، ما کاری که کردیم در دو جلسه گذشته این بود که یه ذره راجع به اعداد، جلسه اول راجع به اعداد حقیقی صحبت کردیم، حالا مرور خیلی سریع بر آنچه در مورد اعداد حقیقی بود داشتیم. یه جلسه قبل هم شروع کردیم بحثمون راجع به اعداد مختلط و برای در حد معرفی اعداد مختلط، که خیلی کار بیشتر از اینم نمیخوایم ما بکنیم تو ریاضی عمومی یک. و حالا بعضی از دوستان یه مقدار چیز بودن که من این به قول معروف چیزی که شده بود، این جلسه قبل یه مقدار سرعت بالا بود. کاری که امروز میخوایم بکنیم اینه که من اول یه مرور البته سریعی به آنچه که در جلسه قبل گفتیم میکنم و بعدش یه ذره دیگه بحثمون راجع به اعداد مختلط انشالله ادامه میدم. بعد از اینکه این دوتا اتفاق افتاد یه ذره چیز میکنم، یه ذره میام راجع به اصل تمامیت، که در حقیقت جلسه اول ما خیلی اصلا نگفتیم چیه، فقط یه شهودی در حد سوراخ نبودن اعداد حقیقی بهتون دادم. یه ذره راجع به اون صحبت میکنیم، انشالله از جلسه بعد بحثمون راجع به حد و اینا آغاز میکنیم. پس برنامه امروزمون یه مرور بر آنچه گذشته و یه ذره بحث بیشتر راجع به موضوعاتی که صحبت کردیم. ببینید بچه ها، صحبت با جلسه قبل چجوری پیش رفت؟ در حقیقت ما یه مجموعه اومدیم تعریف کردیم به اسم سی. این خط هم میذاریم که همچون با سی عادی قاطی نشه، در حقیقت این سی رو یه خط کج براش اضافه میذاریم، بهش میگیم مجموعه سی، که سی حرف اول کامپلکسه، کامپلکس نامبرزه. و این مجموعه رو به صورت نمادین، دقت کنید که این تیکه فعلا اینجا فقط یه نمادگذاریه ولی بعدا به عنوان واقعا برخورد جمع و ضرب میکنیمش، به صورت اعداد به فرم A علاوه B I نمایش دادیم، که A و B اعداد حقیقی هستن. ما گفتیم منظورمون اینه که این میخوایم انگار آ رو به علاوه بی برابر یه عددی مثل آی بکنیم، که آی این ویژگی رو داره که تواندوش منفی یکه. خب این یک نمادگذاری بود و اینا، ما تا گفتیم میخوایم با جمع و ضرب و اینا مثل جمع و ضرب عادی حقیقی برخورد کنیم، میخوایم بتونیم با هم جمع و ضرب و جابجا کنیم، یعنی آ ضرب در بی با بی ضرب در آ یکی باشه. اگه دو تا عدد مختلط داشته باشیم اینجا دبلیو زی، دبلیو ضرب در زی مثل زی ضرب در دبلیو باشه، یا ضرب نسبت به جمع پخشی داشته باشه، دبلیو ضرب در مثلا زی یک به علاوه زی دو بشه، دبلیو زی یک به علاوه دبلیو زی دو، از اینجور حرفا. این مجموعه که اینطوری تعریف میکنیم، اگر که با این ویژگی های پخشی و جابجایی ضرب و جمع و اینا استفاده کنیم، اون وقت میتونیم ببینیم که دوتا عضو از این مجموعه رو با هم جمع یا تفریق کنیم، دوباره تو خود این مجموعه میمونه، ضرب هم بکنیم با استفاده از این نکته که آی به توان دو میشه منفی یک، اینم باز توی این مجموعه میمونه. نه جمع و ضرب و اینا به قول معروف ما بهش میگیم نسبت به جمع و ضرب بسته است. بعد سوال کردیم که آیا هر عدد ناصفری وارون داره، و در حقیقت به کمک یه مدو دیدیم که اینکه یه آبل بی آی براش یه سی بل و دی آی پیداشی که ضرب در آبل بی آی بشه یک، این معادل با اینی که نید حالا یه دستگاه دو معادل دو مجهولی جواب داشته باشه، که برای وجود جواب این دستگاه دو معادل دو مجهول ما لازم داریم آ دو به علاوه بی دو ناصف باشه. آ دو به علاوه بی دو هم در حقیقت ناصف بودنش یعنی که حداقل یکی از آ و بی ناصف باشه، که خب این دیگه حداقل شرطی که ما لازم داریم که این ناصف باشه دیگه، اگه آ و بی جفتشون صفر باشن خب این صفره، ما هیچ وقت امیدی برای تعریف وارونه صفر نداشتیم. برای من دیدیم که اگر که در حقیقت آ و بی حداقل یک کدومشون ناصف باشه، من یک تقسیم بر آ به علاوه بی آی هم میتونم تعریف کنم. بعد در حقیقت دیدیم پس نتیجه اینه که چون حالا یک تقسیم آ به علاوه بی آی هم توی سی میفته، برای من این سی با... یه عدد مختلطی تقسیم بر یه عدد مختلط دیگر، من میتونستم عدد مختلط اولی ضرب در یک تقسیم بر عدد مختلط دومی، و خب با این وضعیت در حقیقت نسبت به تقسیم هم بسته میشه، در صورتی که مخرج ناصف باشه. برای من ضرب و جمع و تقسیم و اینا روی اعداد مختلط خوب پیش رفت. و گفتیم در نمادگذاری معمولا کاری که میکنیم اینه که اعداد مختلط رو میایم ما با یه حروفی مثل دبلیو و زی و اینا نمایش میدیم. یه زی اگه یه عدد مختلط باشه به کل این دو تیکه رو هم میگیم یه عدد مختلط،
اینو میتونم دو قسمت کنم، یه قسمتی که ضریب به آی نیست، یه قسمتی که ضریب به آی هست، یعنی بنویسم ایکس به علاوه وای آی یا آی وای فرقی نداره. این قسمت که ضریب آی نیست روش میگیم قسمت حقیقی عدد مختلط با آر ای زد یا ریل پارت زد نمایشش میدیم. به اون ضریب آی میگیم قسمت موهومی با یا با آی ام زی نمایشش میدیم، بهش میگیم یا ایمجینری پارت عدد مختلط. و یه دو سه تا مثال خیلی ساده زدیم که مثلا چه میدونم قسمت حقیقی مثلا عدد منهای 7 میشه خود منهای 7، بس قسمت حقیقی میشه منهای 7، به خاطر اینکه چیزه، به خاطر اینکه در حقیقت خب منهای 7 کلا عدد حقیقی، ضریب آی صفره. یا قسمت ایمجینریش یا موهومیش چون منهای 7 در حقیقت هست، منهای 7 علاوه بر 0 ضرب در آی، قسمت موهومیش میشه 0. حالا یه دو سه تا مثال ساده زدیم که ببینیم که چه شکلیه اوضاع. و گفتیم که ما میتونیم یک نمایش هندسی واسه اعداد مختلط هم داشته باشیم. در حقیقت من هر عدد مختلط نظیر یه زوج حقیقی آبیه، برای من به طور عادی یه زوج حقیقی رو میتونیم چیز کنیم، میتونیم در حقیقت توی صفحه نمایشش بدیم، هر زوج با یه نقطه ای که مؤلف اولش آ باشه مؤلف دومش بی باشه. مثلا دو به علاوه آی که هست در حقیقت دو به علاوه یک آی، من با نقطه ای که مؤلف اولش دو مؤلف دومش یکه توی صفحه نمایشش میده. و با این وضعیت در حقیقت من همه اعداد مختلط رو میتونم تناظر یک به یک بین اعداد مختلط برگزار کنم و صفحه، یعنی این نقاط در صفحه با این در حقیقت چی میگن قرار داد که این هر عدد مختلط نظیر نقطه باشه که مؤلف اولش قسمت حقیقی شه، قسمت مؤلف دومش قسمت موهوم میشه. و در حقیقت این حالا تناظر با صفحه اتفاقات بامزه‌ای براش میفته. مثلا قبل از اینکه این راجع به جبرش بگم، بر هر نقطه صفحه من میتونم یه نمایش قطبی هم دارم که این خب خیلی به دردم میخواد. در حقیقت من فاصله این نقطه از صفحه از مبدأ مختصات رو بهش میگم نرم عدد مختلط. برای من اگه عدد مختلط من W A به علاوه B I باشه، نرم W منظور من رادیکال A دو به علاوه B دو. در حقیقت این اگه اینجوری نیستیم، این نقطه A باشه، این ارتفاعش هم B باشه، این یه مثلث قائم مزاوی است که طول وترش میشه رادیکال A دو به علاوه B دو. بنابر این چیزه در حقیقت این نوع فاصلش از مبدأ که رادیکال آدو بله بیدوس به اسم نرم این عدد مختلط میشناسیم. دقت کنید که نرم یه عدد مختلط یه عدد همواره، یه عدد حقیقی همواره نامنفیه. خب نکته دوم که زاویه که این بردار در حقیقت با نیمه مثبت محور ایکس میسازه با آرگومان دبلیو نمایشش میدیم. و خب این در حد جمع با یه از مضرب صحیح دو پی تعریف میشه. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که این میتونه یه زاویه بین 0 تا 2 پی بگیریدش، میتونه بین منهای پی تا پی بگیریدش، یا توی هر بازه دیگه به طول دو پی میتونه این زاویه رو تعریف بکنه. یعنی من چه بگم زاویه مثلا نقطه پی 4 رومه، چه بگم 9 پی 4 رومه، چه بگم 17 پی 4 رومه، اینا با هم هیچ فرقی نداره. و در حقیقت تو این نحوه نمایش خیلی وقتا به این نرم و مثلا ما با آر نمایش میدیم، این آرگومان هم با ثتا نمایشش میدیم. و با این نحوه نوشتن در حقیقت اگه دقت کنید مؤلفه اول حقیقی این میشه مؤلفه قسمت حقیقی این عدد مختلط که این ضلع افقیه میشه آر که اینه کوسینوس ثتا، این مؤلفه در حقیقت قسمت موهومیش میشه آر سینوس تتا. برای من از یه آرم فاکتور بگیرم، این آ به علاوه بی آی میتونم به صورت آر کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا نمایشش بدم. و در حقیقت یه تعریف کردم یه تابعی که برای اینکه موقعی خلاصه باشه، این کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا رو من با سی آی اس تتا نمایشش میدم. یه نمایش صرفا سی آی اس چیز نیستش، چیز عجیب غریب جدیدی نیستش. یه تابعی که منظورم اینه که کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا.
عرض به خدمتتون که خب یه چند تا عدد دیگه هم مثلا میتونیم چک کنیم، مثلا آرگومان و نرمشون رو به دست بیاریم. مثلا اگه منهای یک منهای دو آی رو نگاه کنیم، این یه نقطه ایه که در حقیقت فاصلش از مبدا میشه یک به توان دو به علاوه دو به توان دو که میشه پنج زیر رادیکال، یعنی شعاعش میشه رادیکال پنج. آرگومانش هم در حقیقت یه پی تا که اینجا اومدیم، بعد اینجا زاویه‌ای که میسازیم چقدره؟ اینجا یه زاویه، یعنی حالا از این ور بیایم این منهای پیه، یه چیزی باید به منهای پی اضافه کنیم. خب چیزی که باید به منهای پی اضافه کنیم چیه؟ این زاویه است که این زاویه هم زاویه‌ایه که تانجانتش میشه دو، چون این ارتفاع دوه، این یکه، در حقیقت تانجانت این زاویه میشه دو. بنابراین آرگومان در حقیقت این نقطه میشه منهای پی به علاوه تانجانت منفی یک دو. تانجانت منفی یک دو یعنی اون زاویه‌ای که تانجانتش میشه دو، این چیز خاصی منظورمون نیستش. اوکی؟ یا مثلا اگه یک به علاوه آیو در نظر بگیم، خب این زاویه 45 درجه یا همون پی 4 رومه، بنابراین آرگومانش میشه پی 4 روم و خب نرمش هم که میشه رادیکال دو، که این چیزیه که اینجا داره. یکی از چیزهای مفاهیم دیگه که تو کار با اعداد مختلط برامون خیلی مفیده، مفهوم مزدوج مختلطه، که مزدوج مختلط یا به طور مختصر میگه مزدوج W. اگه W به صورت A بالا B I باشه، من اینو به صورت A منهای B I نمایشش میدم و با نماد W بار هم نمایشش میدم، یه خط بالاش میذارم بهش میگم W بار. و W زب در حقیقت این معادل با اینه که W بار نقطه ایه که قرینه W نسبت به محور حقیقیه. خب و W رو اگه من زب در W بار بکنم، خیلی راحت میتونیم ببینید که این میشه A بلا B I زب در A منهای B I که میشه A دو منهای B دو زب در منفی یک که میشه همون به علاوه بی دو. برای W زب در W بار میشه A دو به علاوه بی دو که همون نرم W به توان دو رو به من میده. و برای من خب حالا با استفاده از اون چیزی که قبلا حساب کرده بودیم، میبینیم که در حقیقت الان کافی من لازم نیست حالا قبلا هم ببینیم، من W بار دو طرف چیز نرم W دو رو بیارم این ور، W رو ببرم اون ور، W بار تقسیم بر نرم W به توان دو میشه یک W. اوکی؟ پس این در مورد اتفاقاتی که برای تعریف میفته. مزدوج مختلط به سادگی میتونید چک کنید که نسبت به جمع و ضرب و تقسیم و تفریق و اینا پخش میشه، یعنی W به علاوه Z بار همون W بار به علاوه Z باره، W ضرب در Z مزدوجش میشه W بار ضرب در Z بار، و تقسیم و تفریق و اینا هم به همین صورت نسبت به مزدوج رفتار میکنه. نکته دیگه ای که هستش اینه که خب ما یه نمایش هندسی داشتیم، یه ساختار جبری داشتیم برای اعداد مختلط. منظور از ساختار جبری همون جمع و ضرب و نمیدونم تقسیم و اینای اعداد مختلطی که داشتیم. و اتفاقی که میفته اینه که اون ساختار جبری که برای اعداد مختلط داشتیم توی چیز خیلی توی نمایش هندسی خیلی خوش رفتار میشن. مثلا جمع توی این ساختار هندسی در حقیقت همون جمع برداریه. من اگه یه W داشته باشم یه Z داشته باشم، W به علاوه Z جمع برداری بردار W و بردار Z میشه، و نتیجه ماجرا اینه که نرم W به علاوه Z کمتر مثل نرم W به علاوه نرم Z به خاطر نابرابری مثلث. در حقیقت این طول این هست نرم W به علاوه Z، نرم این طول این هست نرم W، طول این هم هست نرم Z. بنابراین اینه به علاوه این بزرگتر مساویه، اینه که خب در حقیقت نتیجه میده که نرم W علاوه Z کمتر مساوی نرم W به علاوه نرم Z. و عرض به خدمت شما که چیزه به طور مشابهش نشون داد نرم W منهای Z هم کمتر مساوی نرم W به علاوه Z. حالا هم میتونیم با صورت جد مستقل با همین نابرابری مثلث یعنی با این چیز هندسیش ببینیم. نکته دیگه هم زمانی اتفاق میفته که یعنی حالا میتونیم ببینیم، یکی از دوستان پرسیدن حالت مساویش وقتی که بر هم عمودن، نه حالت مساوی نابرابری مثلث زمانیه که چیزه بردارا دقیقاً همراستا باشه، همراستا به همجهت، یعنی اگه یکی اینوری باشه یکی اینوری بازم تساوی اتفاق نمیفته.
نرم دبلیو علاوه زی فقط زمانی میشه نرم دبلیو علاوه نرم زی که جفتشون در حقیقت در یک راستا و در یک جهت باشن. خب عرض به خدمت شما که یکی از دوستان پرسیده که نرم و آرگومان تو جمع چیز قابل محاسبه ساده یه نه اصلا چیز ترتمیزی نسبت به نرم و آرگومان اون دوتا چیزی که با هم جمع میکنیم نیستش لزوما. یه نکته دیگه ای که تعریف کردیم در حقیقت این بود که گفتم خواهی که من W رو در نظر بگیرم R کوسینوس یعنی R سی آی اس تتا و S سی آی اس فی باشن این دوتا، وقت W ضرب در Z میشه R S ضرب در کوسینوس تتا کوسینوس فی منهای سینوس تتا سینوس فی، بله R S کوسینوس تتا سینوس فی، بله سینوس تتا کوسینوس فی ضرب در I. این همین ضرب کنیم با همون ضرب عادی اعداد مختلف میتونیم اینو ببینیم ویژگی داره. و خب این چیزی که اول میبینیم این دقیقا هست کوسینوس تتا به علاوه فی، این چیزی که اینجا میبینیم سینوس تتا به علاوه فیه. برای من W ضرب در Z رو من میتونم بنویسم R S ضرب در کوسینوس تتا به علاوه فی بل و I سینوس تتا به علاوه فی. به طور خاص اینو نوشتم یه عدد حقیقی نامنفی، چون R و S حقیقی نامنفی هستن ضربشون هم حقیقی نامنفی میمونه، ضرب در کوسینوس یه زاویه بل و I سینوس اون زاویه. برای من اینا دقیقا همون نمایش قطبی عدد مختلطن، یا معادلا این آر اس میشه نرم دبلیو زی خب، و تتا علاوه فی هم میشه آرگومان دبلیو ضرب در زی. برای من آرگومان دبلیو ضرب در زی میشه جمع آرگومانا، نرم دبلیو ضرب در زی میشه ضرب نرما. اوکی. و خب در این تو این چیز هندسی اتفاقی میفته اینه که من W ضرب در Z یه برداری میشه که طولش هست ضرب طول دو تا بردار W و Z. یه لحظه صبر کنید فکر کنم صفحه ورق نخورده. در حقیقت W ضرب در Z یه برداری میشه که طولش هست نرم W ضرب در نرم Z، و آرگومانی که داره هست جمع این دو تا آرگومان. اوکی. و به طور مشابه ضرب و جمع ضرب انتام میشه تعریف کرد و از اینجور قصه ها. عرض به خدمت شما که نه فرقی نداره که بگید سینوس زاویه ضرب در آی یا بگید آی ضرب در سینوس زاویه، این دو تا هم فرق نداره، ضرب چی میگن جا به جایی داره. یکی از دوستان سوال من فهم جوابشون رو میدم ولی تو این تیکه نمیخواستم راستش سوال جواب بدم به خاطر اینکه مرور هنوز، ولی حالا بفرمایید امین صادقی. سلام. بله بفرمایید. خسته نباشید. میگم یه سوال تو همین صفحه که اینجا کشیدیم، ما یه سری یعنی هی میریم توالت هندسی چیزی رو بررسی میکنیم، بعد میریم توالت جبری ادامهش میدیم، بعد برمیگردیم تو هندسی نمایشش میدیم. خواستم اینجا ببینم که الان W نمایش دادیم، Z هم نمایش دادیم، بدون اینکه بریم تو حالت جبری مختصات قطبی باشه تو هم ضرب بکنیم به این نتیجه برسیم که خب WZ میشه این بردار که خب انداز زاویش میشه این. تو همین حالت هندسی نمیشه اینجوری تعریفش کرد که W ضرب در Z میشه؟ خب ما رو نقاط صفحه که ضرب که نداشتیم، بعدا ببین ما اعداد مختلط رو با ویژگی جبریش تعریف کردیم. خب نمایش هندسی یک قراردادی بود برای نشون دادنشون. این که این قراردادی که برای نشون دادنشون داریم چجوری رفتار میکنه نسبت به اون عملیات جبری رو باید بریم حساب کنیم. حالا شانس آوردیم چیز خوبی میشد، ممکن بود خیلی چیز فاجعه ای هم میشد، ولی هرچی میشد ما باید از اون عملیات جبریه این چیز فاجعه ها رو میگرفتیم. یعنی اینجوری نمیشه دو تا بردار W و بردار Z توی مثلا ضرب برداری جمع برداری؟ نه ضرب برداری جمع برداری حالا چیز خوبیه، ولی ضرب برداری چیز خوبی نیست اصلا. یعنی اصلا ما تعریف مناسبی از ضرب برداری تو صفحه نداریم که دو تا بردار تو هم ضرب بکنیم بشه یه بردار جدید. پس شما درد خواهش من. نه اون ضرب نقطه اینا دیگه حاصلش عدد میشه. خب عرض به خدمت شما که اوکی. و به طور مشابه پس نتیجه‌اش هم میشه که یک تقسیم بر W هم دوباره یه برداریه که طولش هستش، یعنی یه عدد مختلطی که نرمش هست یک تقسیم بر نرم W، و آرگومانش هم هست منفی آرگومان W، خاطر اینکه جمع زوایاشون باید بشه صفر که آرگومان یک دیگه، که این همون چیز بود که خب قبلا هم دیده بودیم دیگه. در حقیقت میشه
نقطه ای که آرگومانش منفیه و نرمش هم یک تقسیم دبلیو داره، دقیقا میشه دبلیو بار با تقسیم بر نرم دبلیو به توان دو. بنابراین خب این آرگومان تقسیم و نرم تقسیم هم میتونیم ببینیم که نرم تقسیم میشه تقسیم نرم، آرگومان تقسیم هم میشه حاصل تفریق آرگومان ها. و باز مثلا حالا نتایج دیگه این ماجرا داره که مثلا نرم W به توان N میشه نرم W به توان N، یعنی این نرم W به توان N این سمت چپ این معادل است، میشه خب نرم W که آره به توان N، آرگومانش هم میشه N برابر تتا. یا اگر که من بخوام مثلا کوسینوس تتا علاوه آی سینوس تتا رو به توان N برسونم، میشه کوسینوس N تتا علاوه آی سینوس N تتا. به کمک این اومدیم یه سری مثال سعی کردیم حل کنیم و عرض به خدمت شما که مثلا من اومدم سعی کنم یکی بله آی به توان 5 رو حساب کنم، میتونم بیام اینو بست بدم، نمیدونم 5 بار تو هم ضرب کنم حساب کنم، اون راه حل کاملا درسته، فقط یه ذره طولانیه، هیچ مشکلی نداره. و کار دیگه که میتونم بکنم اینه که یکی بله آی به توان 5 یه عددیه که نرمش هست رادیکال این در حقیقت هست یک به علاوه یک ضرب در آی، بنابراین نرمش میشه در حقیقت یک به توان دو به علاوه یک به توان دو زیر رادیکال که میشه رادیکال دو. آرگومان یک به علاوه آی هم که هست پای چهارم، در حقیقت یک به علاوه آی نقطه یک و یک توی دستگاه مختصاتی که نقطه یک و یک زاویهی که میشناسه میسازه 45 درجه یا همون پای چهارمه. عرض به خدمت شما که چیزه و بنابراین در حقیقت که من یک به علاوه آی به توان 5 رو بخوام حساب کنم، در حقیقت چیزی که نیاز دارم اینه که نرمش رو باید به توان 5 برسونم که نرمش هست رادیکال دو، رادیکال دو به توان 5 میشه 4 رادیکال دو، آرگومانش میشه پای 4 روم ضرب در 5 که میشه 5 پای 4 روم. برای من یکی به علاوه آی به توان 5 میشه 4 رادیکال دو، کوسینوس 5 پای 4 روم به علاوه آی سینوس 5 پای 4 روم که کوسینوس سینوس 5 پای 4 روم جفتشون منفی رادیکال دو دومه، میشه 4 رادیکال دو ضرب در منهای رادیکال دو دوم منهای آی رادیکال دو دوم که میشه منهای 4 منهای 4 آی. یکی از دوستان پرسیدم این اسلاید قبلی در مورد چیز لزومی داره نرمش 1 بشه؟ تو این تیکه چیزه این پایینیه، خب یه عدد نرمیه که این یه ویژگیه، ولی این بالاییه هیچ شرطی نداشتیم دیگه، گفت اگه تتا یه زاویه یه آرگومان یه عدد مختلط باشه آرگومان به توان اینش میشه ام برابر. اوکی عرض به خدمت شما که یه مثال دیگه بیاید آی رو در نظر بگیر، خود آی رو، آی یه نقطه یک زاویه‌ای که میسازه با نیمه مثبت محور ایکس هست پای چهار رو پای دوم و نرمش هم که یکه، خب مثل آرگومانش پای دومه نرمش یکه، در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که نرم آی دبلیو رو اگه حساب کنید میشه همون نرم دبلیو چون میشه یک ضرب در نرم دبلیو که میشه نرم دبلیو، آرگومان آی دبلیو هم میشه آرگومان دبلیو به علاوه پای دوم. اوکی پس یعنی یه پای دوم به آرگومان W اضافه میکنه، این میمونه که نقطه W رو حول مبدأ مختصات 90 درجه دوران بدیم. اوکی پس ضرب در آی معادل دوران 90 درجه حول مبدأ میشه، اگه منهای آی ضرب بشه میشه دوران منهای 90 درجه حول مبدأ. و در حقیقت این ویژگی های در حقیقت نحوه تأثیر ضرب و جمع توی صفحه اعداد مختلط میشه که من برای ساخت تبدیلات هندسی تو صفحه به شدت میتونم از اعداد مختلط استفاده کنم، میتونم تجانس بسازم، میتونم دوران بسازم، میتونم انتقال بسازم، یا حالا با مزدوج گیری میتونم قرینه محوری بسازم و ما بقیه ماجراها. یه نکته دیگه هم که خب از این خاصیت ضرب در میاد اینه که خب من دیدم که اگه W توی این ویژگی داشته باشه W به توان نرمش به توان N میشه آرگومانش هم N برابر میشه، بنابراین اگه من دنبال یه Z باشم که Z به توان N بشه W، در حقیقت اتفاقی میفته این که نرم Z به توان N باید بشه نرم W و N برابر آرگومان Z باید بشه آرگومان W. اوکی بنابراین در حقیقت
آر به توان یک انوم که آر بود نرم دبلیو، سی آی اس ثتا انوم که ثتا بود آر گمان دبلیو، این یه جوابی میشه از معادله‌ای که یعنی این یه زی به من میده که توان انش میشه دبلیو. و برای اینکه بخوایم ببینیم اینا چند تا جواب دارن، یعنی دقت کنید که ما تو اعداد حقیقی معادله x n مساوی y بسته به زوجیت n و مثبت منفی بودن y ممکن بود جواب اون فرق کنه تعدادش. یعنی اگه n فرد و جوابم یکتا بود، همیشه اگه n زوج بود یا دو تا جواب داشتیم یا هیچ جواب نداشتیم، حالا تو استثنای صفر که یه جواب داریم. ولی در حقیقت من بخوایم تعداد ریشه های انوم دبلیو چند تاست، یعنی چند تا زی پیدا میشه که زی به توان ان میشه دبلیو، اینجا اتفاقی که میفته اینه که خب من گفتم باید نرم زی به توان ان بشه نرم دبلیو، خب این چون یه عدد مثبت نامنفی حقیقیه یه جواب بیشتر نداره، خب فقط یه جواب هستش که نرم زی به توان ان میتونه دبلیو شه. اما اینکه ان برابر آرگومان زد بشه آرگومان دبلیو، این ان تا جواب متمایز داره. در حقیقت یه دونه مقدار از آرگومان رو بگیریم تقسیم بر ان کنیم، به علاوه هر مضرب دو پی انوم بکنیم، این کماکان یه جواب میشه، چون وقتی ضرب در ان میشه انگار یه مضرب صحیح دو پی باش جمع کردیم و مضرب صحیح دو پی تو آرگومان تاثیر نداره. و به ازای کاموس های صفر یک تا ان منهای یک، این ان تا مقدار مختلف به من میده. پس من برای نرم یه جواب دارم، برای آرگومان n تا جواب دارم، نتیجه این که من دقیقا n تا جواب واسه معادله زی ان مساوی دبلیو دارم. و در حقیقت این ریشه های اعداد مختلف، پس به ریشه های انومش به این صورت میشه r تا یک انوم، c i s تا تا انوم، بعد به دو کاپی انوم. و میتونیم چند تا عدد مختلف رو بیاییم ریشه هاش رو حساب کنیم. مثلا بیاییم ریشه با یه عدد صحیح مثبت شروع، یه بخشی عدد حقیقی مثبت شروع کنیم، یعنی وای یه عدد تو آر مثبت باشه. خب مثل این میمونه که وای آرگومانی که میسازه صفره، پس من وای سی آی اس صفر رو باید نگاه کنم. برای من ریشه دومش رو بخوام پیدا کنم، یکیش میشه رادیکال وای سی آی اس صفر که سی آی اس صفر که یکه، در حقیقت کوسینوس تتا علاوه کوسینوس صفر برای آی سینوس صفر صفره، یکه ببخشید. بنابراین این در حقیقت میشه رادیکال وای. یه گزینه هم اینه که یه دو پی دوم اضافه کنم که میشه پی، برای من میشه رادیکال وای سی آی اس پی که کوسینوس پی به علاوه سینوس پی میشه منفی 1 که همون منهای رادیکال وای به میده. پس اگر در حقیقی مثبت داشته باشم، دقیقا همون دوتا ریشه‌ای که قبلا داشتم رو به من میده، رادیکال وای و منهای رادیکال وای. و اگر در حقیقی منفی داشته باشم، این دفعه این در حقیقت عدد منفی من میشه منهای وای که عدد مثبت ضرب در سی آی اس پی. بنابراین آرگومان من پیه، بنابراین توی ریشه دوم گرفتن نرمش میشه رادیکال منهای وای. خب زاویه ها این دفعه میشه پی دوم و سپی دوم که میشه در حقیقت نظیر آی. بنابراین جوابای من میشه آی رادیکال منهای وای و منهای آی رادیکال منهای وای. اوکی، باز یه در حقیقت این تصویر هندسیش هم بخوایم نگاه کنیم، وقتی وای اینجاست، وای زاویه‌ای که داره با نیمه مثبت محور می‌سازه صفره، نصفش میشه خود صفر که این جواب رادیکال وای رو هم میده. یه دو پی دوم بعد اضافه کنم هم کماکان جواب میده به من که میشه دو پی دوم اضافه کنم میشه یه پی اضافه کنم که به من جواب منهای رادیکال وای رو میده. اما اگه عدد منفی داشته باشم، این دفعه آرگومان من میشه پی، بنابراین نصفش میشه پی دوم که این جواب آی رادیکال منهای وای رو به من میده. و یه پی هم به این اضافه کنم، به من در حقیقت زاویه سه پی دوم میده که جواب منهای آی رادیکال منهای وای رو به من میده. پس این دوتا جواب میشه که واسه وای منفی داریم که هیچ کدومش هم حقیقی نیستن دیگه، جفتشون موهومی محضن. و آخرین چیزی که جلسه قبل گفتیم، در حقیقت اومدیم سعی کردیم که ریشه های سوم یک رو پیدا کنیم، در حقیقت ببینیم چه زیایی هست که توان سش میشه یک. خب یک رو من میتونم بنویسم یک کوسینوس صفر به علاوه آی سینوس صفر، برای نرمش یک، آرگومانش هم صفره. بنابراین اگر من بخوام یه عددی پیدا کنم که توان سش بشه یک، نرمش باید بشه ریشه سوم یک که خود یکه، آرگومانش یا میتونه صفر سوم باشه که خود صفره، یا میتونم یه دو پی سوم به صفر اضافه کنم که میشه دو پی سوم، یا میتونم دو تا دو پی سوم یا چهار پی سوم اضافه کنم که میشه 4 پی سوم. و ببخشید من این نقاشیشو چرا
اینجا گذاشتم. در حقیقت این چیزی بود که آخرین اسلایدی بود که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم و این بود که خب هر سه تا باید نرمشون یک باشه. خب اولی زاویهش صفره، چه با نیمه مثبت محور ایکس که همون یک امیده که جواب حقیقی ریشه سوم یکه. بعدیش باید زاویه دو پی سوم داشته باشه که همون 120 درجه داشته باشه که خب در حقیقت به من نقطه منهای یه دوم بله آی رادیکال سه دوم میده. و جواب بعدیش باید یه زاویه 4 پی سوم داشته باشه که به من هم این جواب منهای یه دوم منهای آی رادیکال سه دوم میده. اوکی خب پس اینم برای پیدا کردن در حقیقت زاویه های چیز، اینو من جبری هم میتونستم سعی کنم حل کنم. حالا معادله زی سه مساوی یکه معادله درجه سه با بلدیم حل کنیم، منتها باز یه چالش های برمیخوره. اونجا یه ریشه سوم هایی مشاهده میکنید که اون ریشه سوم ها در حقیقت حساب کردن حقیقیشون یه ذره دردسره. و خب این نمایش هندسی اینجا خیلی به من کمک کردش برای پیدا کردن چیز جوابا. یکی از دوستان پرسیده که چرا زوایا برابر شد. در حقیقت من باید مضارب دو پی انوم که اینجا میشه دو پی سوم اضافه کنم. خب این مضارب صحیح اینو دارم اضافه میکنم، فاصله ها برابر میشه زوایا دیگه. اوکی آها اونو میگم، نگران نباشید. من یه مثال دیگه هم بزنم از این ماجرا و بحثمون راجع به اعداد مختلط است که این تا الان یه مرور بر آنچه گذشت بود. دقت کنید که دوستان من امروز استثناءً تقریبا یه قسمت عمده از آنچه که قبلا گفته بودم و مرور کردم. انشاءالله جلسات قبل قرار نیستش، جلسات بعد ببخشید، قرار نیست اینطوری پیش بره. امروز استثناءً این کار کردم که یه وقت جدی برای آنچه گذشت گذاشتم. امید زرنوشه بفرمایید. اون پیام یادآوری رو دیدم، حالا راجبش صحبت میکنم. سلام بفرمایید. یه سوال داشتم، این مطلب درسته یا نه؟ اگه آرگومان پی باشه آرگومان میتونه ضریب آی صفر و عدد مختلف نیست. خب خود عدد بله مختلف نیست، درسته. پس این رقمی برای صدق میکنن دوباره؟ برای چی صدق میکنه؟ مثلا قوانی که برای عدد مختلف داریم روی اون عددی که بیش صفر هم صدق میکنه؟ آره این رابطه کلا برای همه چی درسته دیگه. اعداد حقیقی هم یه زیر مجموعه از اعداد مختلطن با این نمایش، برای من هیچ مشکلی نداره اینقدر بتونیم بذار هر عدد مختلطی برقرار. خب عرض به خدمت شما که این از این. اما آنچه که در این جلسه در حقیقت میخوایم راجع بهش صحبت کنیم یه مثال دیگه میخوایم بزنیم. من میخوام جوابای معادله زی 4 مساوی منهای 4 رو پیدا کنم. خب منهای 4 رو اگه نگاه کنید، این نقطه ایه که با نیمه مثبت محور ایکس زاویه پای یا 180 درجه میسازه. و در حقیقت منهای 4 من میتونم مثلا 4 تا سی آی اس پی یعنی کوسینوس پی به علاوه آی سینوس پی که برای من به همیده که شعاع در چیز نرمش 4ه و آرگومانش پیه. بنابراین در حقیقت اگه من ریشه 4 رو ما اینو بخوام پیدا کنم، باید نرم رو بگیرم ریشه 4 روم 4 که خب 4 هستش، 2 به توان 2 برای من مثل اینه که جذر 2 رو بگیرم، رادیکال 2 به توان 4 میشه 4. آرگومان هم میشه آرگومان پای 4 روم که این پایی که اینجا داشتم تقسیم بر 4 و علاوه مضارب صحیح 2 پی 4 روم یعنی پای 4 روم به علاوه پی دوم پای 4 روم به علاوه پای 4 روم به علاوه 3 پی دوم. در حقیقت این گزینه هایی که میشه که برای آرگومان داریم، پای 4 روم، 3 پی 4 روم، 5 پای 4 روم و 7 پای 4 روم. اوکی عرض به خدمت شما که بنابراین اگه من بخوام ریشه های 4 روم منهای 4 رو پیدا کنم، در حقیقت این 4 تا ریشه روی دایرن به مرکز مبدأ با شعاع رادیکال 2 و اولیشون زاویه پای 4 روم میسازه، دومیشون 3 پای 4 روم، بعدی 5 پای 4 روم و آخری 7 پای 4 روم یا منفی پای 4 روم، فرقی نداره این دو تا عدد. پس این در حقیقت جوابای ریشه 4 روم منهای 4 میشه. و در حقیقت ببین ما اعداد مختلف رو چی کار کردیم، چه جوری ساختیم.
اعداد مختلط رو ما اینطوری ساختیم که در حقیقت اومدیم یه عدد اضافه کردیم مثل آی که توان دوش میشد منفی یک. خب یکی از دوستان گفته ریشه عدد مختلط هم به دست میارید، فرقی نداره دیگه. یعنی مثلا فرض کنید به جای این منهای چهار، مثلا اگه چهار آی بود، حالا زاویه ها مثلا میشد با آی پی هشتم، با زاویه پی پای هشتم شروع میشد، بعد دوباره پای دوم پای دوم زیاد میشد. یه تمرین خیلی ساده است، خودتون میتونید چک کنید، فرقی نداره واقعا. اصل ماجرا این نمایش قطبی نوشتنه. یعنی اگه مثلا میگم فرض کنیم به جای منهای 4 4 آی رو من می‌خواستم به دست بیارم، خب زاویه اولی هم پای دوم بود، بعد پای دوم تقسیم بر 4 می‌کرد 4 می‌کردم که میشد پای هشتم، بعد برای من پای هشتم پای دوم بهش اضافه کنیم و ریشه به دست آوردن وقتی به صورت آبل بی آی نوشتیم سخته. اگه فقط بخوایم با اون نمایش عادی بریم، با نمایش قطبی خیلی ساده تر. اینو داشتم میگفتم. ببینید ما در حقیقت اومدیم یه عددی که توان دوش منفی یک اضافه کردیم به دستگاه اعداد حقیقی، گفتیم ما نمادی میذاریم به اسم آی که توان دوش منفی یک، بعد مجموعه همه آبلا بیایا رو ساختیم، دیدیم نسبت به جمع و ضرب و تقسیم و اینا بسته است و الان خاصیتی که پیدا کردیم این شد که هر معادله Zn مساوی W دقیقا انتریشه داشت. خب در حقیقت من کار رو با اینجا شروع کردم که من دنبال زی دو منهای یک مساوی صفر میخواستم برم جلو، بخشید زی دو بله به یک مساوی صفر میخواستم یه ریشه براش پیدا کنم که معادلم با این بود که زی دو مساوی منفی یک، و یهو برای همه زی ان مساوی دبلیو ها بعد به تعداد ریشهش چیز پیدا کردم. و حتی ماجرا از این هم شگفت انگیزتره. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که اگه من یک چند جمله یه دلخواه مثل پی زی داشته باشم که ضرایبش هم میتونه حقیقی باشه، میتونه اصلا مختلط باشه، حتی لزومی نداره ضرایبش حقیقی باشه، اون وقت یه آلفا یک تا آلفا اینی وجود داره. خب که این آلفا یک تا آلفا اینی که وجود داره منظورم تو سیه، یعنی به عنوان عدد مختلط، که من پی زی رو یه ذره پیشروش رو اگه اسمش رو بذارم آن فاکتور بگیرم بذارم کنار، پی زی رو میتونم بسیم زی منهای آلفا یک ضرب در زی منهای آلفا دو تا ضرب در زی منهای آلفا این. به بیان دیگه هر چند جمله‌ای درجه n دقیقاً n تا ریشه مختلط داره که این n تا حالا ممکنه بعضیاش تکراری باشه، مثلا زی منهای آی به توان دو، خب این دوبار آی ریشه شه، همون مثلا تکرر ریشه و ایناست که قبلا توی دبیرستانم خونده بودید و میدونید معنیش چیه. یعنی من ممکنه ریشه تکراری داشته باشم ولی با شمردن تکررها دقیقاً انتا ریشه متمایز دارم. خب این خیلی ویژگی بامزه و جالبیه. در حقیقت میگه اگه شما یه چند جمله‌ای داشته باشید دقیقاً میتونید رو به جملات درجه یک تجزیهش بکنید. اوکی؟ این قضیه اساسی جبر. و خب یکی از ویژگی‌های خیلی جذاب و فوق‌العاده اعداد مختلط و طبعات جالبی هم داره. من تا حالا من یه نتیجه ساده هم ازش بگیرم و این بحث رو تقریبا تموم کنم، اونم این که فرض کنید پی زی یه چند جمله‌ای با ضرایب حقیقی باشه، یعنی ضرایب چند جمله‌ایتون حقیقی باشه، یعنی اون آن زی ان بله و آن منهای یک زی ان منهای یک اینطوری که می‌نویسمش، این آن ها فرض کنید حقیقی باشن. حالا اگه من بخوام پی زیبا رو حساب کنم که یعنی مزدوج زیه، پی زیبار چی میشه؟ این میشه آن زیبار به توان n به علاوه آن منهای یک زیبار به توان n منهای یک تا آ یک زیبار به علاوه آ صفر. دقت کنید که آن ها حقیقی هن، برای خودشون با مزدوجشون برابر. یه عدد حقیقی مزدوج میومد قسمت موهومی و منفی میکرد، حالا ضریب قسمت موهومی عدد حقیقی صفره، برای منفی کردنش هیچ تأثیری نداره و هم خودشه. برای من میتونم بالا سر آ ان آ یک آ صفر هم بار بذارم، اینو میسام آ ان بار ضرب در زی بار ان بله آ یک بار زی بار تا آ بار آ صفر بار. برای من این میشه پی زی بار. یعنی اگه من یه چند جمله حقیقی داشته باشم، محاسبه در مزدوج یه نقطه میشه مقدار چند مزدوج مقدار چند جمله. و برای من به طور خاص اگر پی زی صفر باشه، خب اون وقت پی زیبار هم صفر میشه، چون پی زیبار میشه پی زیبار و خب پی زی که صفر بود بنابراین پی زیبار هم صفره. اوکی؟ نتیجه اینه که اگر من یه چند جمله‌ای با ضرایب حقیقی داشته باشم،
مزدوج هر ریشه غیر حقیقی هم یه ریشه چند جمله ایه. خب دقت کنید که این شرطمون این بود که چند جمله ایمون ضرایب حقیقی داشته، برای هر چند جمله ای این گزاره درست نیست، فقط برای چند جمله با ضرایب حقیقی درست. اوکی، پس اگه من یه چند جمله با ضرایب حقیقی داشته باشم، مزدوج ریشه هاش هم ریشه چند جمله ای هم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که من اگر که چیز داشته باشم اینجا ناکنی، من گفتم هر چند جمله ای رو میتونم کاملا ساده کنم. خب بنابراین اتفاقی که میفته اینه که اگه ضرایبم حقیقی باشه، من اینجا یک جملاتی دارم که مثلا اگه زد منهای آلفا باشه که آلفا مختلطه، زد منهای آلفا بار هم هست که زد منهای آلفا ضرب در زد منهای آلفا بار میتونید راحت نشون بدید که یک دوباره عبارت یه چند جمله حقیقیه. خب دقت کنید که بذارید من بعد از صفحه بعد بنویسم. کاش پاک نمی کردم همه رو. ببینید، من اگر که یه چند جمله با ضرایب حقیقی داشته باشم، اگر که این پی زی رو نوشته باشم آن در زی منهای آلفا یک تا زی منهای آلفا ان، خب اگه من زیمن های آلفا یک فرض کنید، مثلا فرض کنید که اگه آلفا یک حقیقی نباشه، نتیجه اینه که آلفا یک بار هم ریشه چند جمله ایه. پس یکی از بعدی ها دقیقا آلفا یک باره. مثلا فرض کنید که این آلفا دو باشه مثلا. خب اسمشو میذاریم آلفا دو. حالا این ریشه حقیقی نباید باشه دیگه. حقیقی باشه که خب واضحه، حقیقی، هیچی حرفی نمیخوام بزنم. میخوام وقتی که حقیقی نیست بگم، چون مزدوج ریشه حقیقی که خودش اصلا نکته ای نداره. خب نکته اینه که پس من اگه زی منهای آلفا یک رو در زی منهای آلفا یک بار ضرب کنم، این چی میشه؟ این میشه زی دو خب منهای آلفا یک زی منهای آلفا یک بار زی. آها، بذارید اینجوری بنویسمش، این خوب نیست، بذارید اینجوری بنویسم. فرض کنید این آلفا یک هم باشه آ به علاوه بی آی. خب بنابراین در حقیقت من یه جمله هم هست زی منهای آ منهای بی آی از زی منهای آلفا یکه، یه جمله دیگه هم هست زی منهای آ منهای بی آی که وقتی علامت منفی میاد میشه آ به علاوه بی آی. خب در حقیقت این مساوی با چی میشه؟ این یه اتحاد مزدوجه دیگه. در حقیقت این زی منهای آ منهای بی آی در زی منهای آ به علاوه بی آی که حاصل ماجرا میشه زی منهای آ به توان دو منهای بی آی به توان دو، که میشه زی منهای آ به توان دو به علاوه یه بی دو. اوکی، نتیجه این که این ضرب اینا شده شش حقیقی. خب پس مرور کنیم که چه اتفاقی افتاد. من با یه چند جمله با ضرب حقیقی شروع کردم، گفتم این کاملا تجزیه میشه، انتا ریشه مختلط داره، هر ریشه‌ای باشه چیزم هستش. ببینید این بخشی یکی از بچه ها گفتن اینو نفهمیدم. ببینید این هست زی منهای آ به علاوه بی آی، این هست زی منهای آ منهای بی آی. اوکی، خب ببینید من ریشه ها رو، اتفاقی که افتاد اینجوری بود که گفتم که دقیقا این تا ریشه داره، بعد گفتم اگه یه ریشه باشه مزدوجش هم هست، بعد اومدم این ضرب این جمله‌ای که نظیر خود ریشه بود با مزدوجش رو گرفتم، این تبدیل شد به یه چند جمله درجه دو. دقت کن که آبی الان دیگه عدد حقیقی هن. این یه چند جمله درجه دو با عدد حقیقی، با ریشه حقیقی. خب بنابراین اگه
یه آلفای آی حقیقی باشه که خب این یه جمله درجه یکه که اینجا آمده. اگر مختلط باشه یه جمله مزدوجش هم هست که این دوتا تو هم ضرب میکنیم یه چند جمله‌ای با ضرب حقیقی میده. بنابراین من هر چند جمله‌ای رو اگه فقط به عدد حقیقی بخوام نگاه کنم میتونم ضرب یه سری جمله درجه یک در یه سری چند جمله درجه دو حقیقی بنویسم که اون چند جمله درجه دو حقیقی در حقیقت نظیر ریشه‌های مختلط و مزدوجشونه. خب اینو ما بعدن ها به کارمون میاد استفاده میکنیم، یعنی در حقیقت من یه چند جمله درجه n داشته باشم تو عدد حقیقی میتونم اینو تجزیه کنم به حاصل ضرب یه سری چند جمله درجه یک، یعنی زی منهای ریشه هاشون در یه سری چند جمله درجه دو. همیشه میتونم این کارو بکنم. اوکی این هم پس در حقیقت نتیجه این ماجرا. خب من اینجا دیگه میخوام بحثی که راجع به اعداد مختلط میخواستم بکنم و متوقف کنم، دیگه خیلی نمیخوام این بحث رو ادامه بدم. احتمالا یه مقدار توی کلاساتون راجع به اینا تمرین حل میکنن. این که چرا مزدوجش ریش هست توضیحشو نوشتم، حالا یه بار بعدم بهت نگاه کنید، اشکال نداره اگه که چیز نیستید. و این تیکه آخرش نتیجش این بود که در حقیقت هر چند جمله‌ایه حقیقی رو میتوان به ضرب تعدادی چند جمله‌ای درجه یک و دو تجزیه کرد که چند جمله‌ای های درجه دو ریشه حقیقی ندارد. اوکی ببین در حقیقت نتیجه اینکه این چند جمله درجه دو ریشه حقیقی ندارن دیگه، چون اگه دقت بکنید اتفاقی میفته اینه که این ریشه هاش هست آمن های بیای یا بله بیای که اینا عدد مختلط بودن دیگه، یعنی فرضمون این بودش که تو آر نباشه آلفا یک. اوکی پس این از این مثالم نه دیگه ول کنید و بعدن یه جایی لازممون که میشه این کارو میکنیم، مثالشو میزنیم. توی این درس خیلی استفاده از این ماجرا نمی کنیم، اون جایی که لازم شد توی یک مثلا تجزیه کسره جزئی و برای انتگرال کسره گویا و اینا چند جمله تاب گویا ببخشید لازم میشه که اونجا راجع به این صحبت میکنیم. اوکی بله دقیقا این به قول یکی از دوستان این نتیجه رو میده که اگه درجمون فرد باشه من حداقل یه دونه ریشه حقیقی دارم، یعنی چند جمله درجه فرد نمیتونه ریشه حقیقی نداشته باشه به خاطر اینکه خب ریشه های مختلط که زوج زوج هم بنابراین یه دونه حداقل ریشه حقیقی باید داشته باشه، چند جمله با ضرب حقیقی ها دقت کنید. خب اوکی این از این و من ما بقیه جلسه من یادآوری میکنم این جلسه استثناء بود که من اینقدر وقت برای مرور گذشته گذاشتم. انشالله در حقیقت جلسات بعدی دیگه رو به جلو حرکت میکنیم، اون تا امروز به خاطر اینکه من خیلی جلسه پیش ظاهرا دیگه سری درس داده بودم و پوستتون کنده شده بود یه مروری کردم و ما بقیه وقتی که امروز دارم و من میخوام یه ذره راجع به اصل تمامیت صحبت کنم. خب چیزایی که میخوام بگم احتمالاً توی امتحان و اینا در حقیقت خیلی نمیادش، ولی خب من یه مقدار میخوام راجبش صحبت کنم که در حقیقت ذهنیت داشته باشید که قصه چیه. خب پس این مابقی جلسه یک راجب اصل تمامیت. ما گفتیم که شهودمون از اصل تمامیت، خب شهود اینه که خط حقیقی سوراخ ندارد. خب اینکه خط حقیقی سوراخ نداره، حالا ما خط توی حس پیوستگی داریم، خب سوراخ نداره هر چی نگاه میکنی توشه و اینا و هر دوتا خطی همو قطع میکنی اینا، هندسی آدم میفهمه که یعنی چی این ماجرا. منتها سوالی که وجود داره اینه که به لحاظ چیز چه اتفاقی میفته، آیا من میتونم یک تعبیر
جبریه ترتمیز بهت بدم یا نه. میخوای قبل از اینکه اینو شروع کنم راجبش حرف زدن یه 3-4 دقیقه استراحت بدم؟ الان تقریبا 1 ساعت از کلاس گذشتن، 11:29 است، مثلا 11:35 شروع کنم ادامهشو گفتم. خوبه؟ ببینید دوستان، ما گفتیم که این اصل تمامیت شهودش اینه که خط حقیقی سوراخ نداره. خب منتها سوراخ نداشتن یه چیز و یه مجموعه رو کار سختیه تعریف کردنش. چرا؟ چون در حقیقت سوراخ چی داره میگه؟ سوراخ داشته مثلا ما یه حسی داریم که عدد گویا انگار یه سوراخ‌هایی داره، عدد حقیقی سوراخ‌ها رو نداره. ولی منظور از سوراخ داشتن چی؟ یعنی یه چیزی هست که انگار باید یه جایی می بود ولی اون نیست. خب این قطعا از اعضای مجموعه که نمیتونه باشه، چون اعضای مجموعه که تو خودشون هستن. خب برای من یه جوری باید جون بکنم تعریف کنم که یعنی چی که یه چیزی باید یه جایی باشه ولی نیست. خب تو اعداد گویا یک شهود بامزه ای داریم از سوراخ داشتن اعداد گویا بدونی که اعداد حقیقی رو بخوایم ببینیم. دقت کنید الان ما چون برامون جا افتاده که یه سری اعداد حقیقی هستن که تو اعداد گویا نیستن، اعدادی که بهشون میگن اعداد گنگ، کار آسونی بود برامون تعریف کردن سوراخ، یعنی حس این که اعداد گویا چیزی نه. مثلا خب ما میگیم رادیکال 2 یه عدد حقیقی، میدونیم گنگ هم هست و تو اعداد گویا نیست، پس اعداد گویا سوراخ داره. خب یعنی رادیکال 2 باید می بود اونجا ولی نیست. خب منتها دقت کنید که این مال ماییه که عدد حقیقی رو میشناسیم. سوال اینه که اگه من عدد حقیقی رو نشناسم چجوری میتونم بگم که رادیکال 2 اونجا نیست؟ دقت کنید که این که ریشه دوم 2 باید اونجا می بود، این جواب خوبی نیست، به خاطر اینکه ریشه دوم -1 قرار نبود اونجا باشه. خب حالا کی گفته 2 یه چیزی مثل -1 نبود؟ من ریشه دوم -1 تو عدد حقیقی هست، ریشه دوم -1 که نداریم. خب پس نمیتونستیم همینطوری بگیم آه ریشه دوم 1 باید اونجا می بود که چیز باشه. منتها اینجا در حقیقت یک مفهوم دقیق آنالیزی تعریف داره که ربط داره به در حقیقت من میتونم با تعریف فاصله روی اعداد گویا، خب به علاوه یک کانسپتی که توی این شرایط خاص ترتیب اعداد گویا به شدت به دادمون میرسه. حالت کلیش یه ذره به مفهوم فاصله ربط داره، پیچیده تر از این شرایطه، ولی توی این شرایط عادی به کمک ترتیب من میتونم خودمو نجات بدم. چجوری میتونم خودمو نجات بدم؟ ببینید بیاید این مجموعه رو تو اعداد گویا در نظر بگیرید. مجموعه آ باشه تمام ایکسای گویا به طوری که ایکس به توان 2 کمتر از 2ه. کمتر مساوی 2 خیلی فرقی نداره. این دو تا باشه با هم برابر، چون هیچ عدد گویایی که نیستش که توان 2ش بشه 2. چه کمتر مساوی بذارم چه کمتر، یه مجموعه رو به من میده. خب این مجموعه رو اسمشو بذارید آ و مکمل آرم بیایید این مجموعه رو بگیرید. مجموعه بیرم بذارید این کیو مثبت بذارم، عدد مثبت گویا خب این دوتا مجموعه مکملن تو عدد گویای مثبت دیگه. رو کل عدد گویا چیزی نیست، اگه شرط کیو مثبتش رو برمی‌داشتم رو کل عدد گویا مکمل هم بودن، ولی فعلا رو عدد گویای مثبت مکمل همن. خب یعنی هر عدد گویایی یا تواندش کمتر مساوی 2 یا بزرگتر مساوی 2 توی یک کدوم از دو تا میفته، مساوی هم که نداریم دیگه، بنابراین دقیقاً توی یک کدوم از این دو تا میفته. حالا نگاه کنید من در حقیقت سوراخه یه جای اینجاست. ببین من هر عددی که توی به هر وایی که متعلق به بی باشه، اگه ایکس متعلق به آ باشه وای متعلق به بی باشه، من راجع به این دوتا چی میتونم بگم؟ چیزی که میتونم خیلی واضح بگم اینه که ایکس کمتر مساوی وای، حتی به طور دقیق میتونیم بگیم کمتر از وای. اوکی در حقیقت هر عضو وای که در نظر بگیرید از هر عضو ایکس بزرگتر،
یه رابطه، چون دو عدد گویای مثبته به خاطر همین فقط نیمه مثبت رو گرفتم که کار من آسون تر بشه. خب هر عدد چیز بگیریم، توان دوی عدد مجموعه B از دو بزرگتره که از توان دوی اعضای مجموعه A بزرگتره، چون دو تا عدد مثبت هم هستن، جذرشون هم رابطه ترتیبیشون حفظ میشه بینشون، برای اعضای A از اعضای B کمتر مساوی هم. خب حالا من مساوی کمتر مساوی می نویسم، ولی خب هممون می دونیم که مساوی هم نیست دیگه، یعنی نمیتونه مساوی باشه به خاطر اینکه اعضای هیچ عضو A توی هیچ توی مجموعه B نیست. خب الان اینجا من یه جوری میتونم این سوراخه رو تعریف کنم. خب سوراخه چه شکلیه؟ ببینید در حقیقت من از مجموعه بی که نگاه میکنم یه سری اعضا هستن که هی از اعضای آ بزرگترن بزرگترن بزرگترن، از مجموعه آ که نگاه میکنم یه سری اعضا هستن هی از اعضای مجموعه بی بزرگترن کوچیکترن کوچیکترن کوچیکترن، و انگار اینا به هم که نزدیک میشن یه جایی این وسطه خب که از همه اون قبلی ها بزرگتر، از همه این بعدی ها کوچیکتره و اونجا جای خوبی باید باشه. در حقیقت اونجا اون سوراخ است. خب در حقیقت ویژگی که من دارم اینه که این مجموعه B کوچکترین عضو ندارد. خب اینم بزرگترین عضو ندارد. خب اینکه مجموعه کوچکترین عضو یا بزرگترین عضو نداشته باشه، حالا که چی، این نشون دهنده سوراخ بودن نیستش که. ببین مثلا من بازه 0 و 1 رو در نظر بگید به عنوان زیر مجموعه R. خب اینم بزرگترین کوچکترین عضو و بزرگترین عضو نداره دیگه، نه کوچکترین عضو داره نه بزرگترین عضو داره. خب دقت کنید که جذر دو عدد گویا نیست، توی این مجموعه ها نیست بنابراین. اوکی اینم کوچکترین عضو و بزرگترین عضو نداره. خب منتها این صفر و یک رو با بازی مجموعه آرنه کنید، یه ویژگی خیلی بامزه ای داره، یه کوچکترین عددی که از همه اعضای بازه بزرگتر یا مساوی باشد در آر وجود دارد. دقت کنید این تیکه رو، بازه باز صفر و یک رو که نگاه میکنید، یک تو خود بازه نیست ولی یکی از اعضای آره. خب دقت کنید، یکی از اعضای آره که از تمام اعضای بازه 0 و 1 بزرگتر مساویه. خب خیلی عدد دیگه هم هستن، 2 هم از همشون بزرگتر مساویه، 100 هم از همشون بزرگتر مساویه. منتها یک این ویژگی خیلی ممتاز داره تو اعدادی که از همه اعضای بازه 0 و 1 بزرگتر مساویه، از تمام عددهایی که این ویژگی رو دارن کوچیکتر یا مساویه. خب دقت کنید که یک از تمام اعضای بازه 0 و 1 بزرگتره، 2 هم از تمام اعضای بازه 0 و 1 بزرگتره ولی 2 از 1 بزرگتر، 1.5 هم این ویژگی رو داره ولی 1.5 از 1 بزرگتره، 1.25 هم این ویژگی داره ولی 1.25 هم از 1 بزرگتر. خب و شما هیچ عدد کوچیکتر از 1 نمیتونید پیدا کنید که از تمام اعضای بازه 0 و 1 بزرگتر مساوی باشه. اوکی پس در حقیقت اینو اینجوری میتونیم بگیم که این یه ویژگیه که ویژگی بدیهی نیست، اثباتش خیلی به لحاظ چیزی آنالیزی یه اثبات دقیق و سخته که در حقیقت قضیه که معروف به اسم اصل تمامیت، اگر آ زیر مجموعه آر مجموعه ناتوهی باشد که
آ متعلق به آر وجود داشته باشد با این شرط که به ازای هر x متعلق به آ آنگاه x کمتر مساوی آ. در حقیقت به یه همچین چیزی میگیم کران بالا. خب در حقیقت اینجا چی میشه؟ یعنی آ یک کران بالا برای آ باشد. خب اگه من یه زیر مجموعه ای از آر داشته باشم که یک ناتوهی باشه، دقت کنید این مهمه ها، ناتوهی بودنش، خب دو کران بالا داشته باشه، یعنی یه عددی باشه که از تمام اعضای آ بیشتر باشه، بیشتر یا مساوی باشه، آنگاه آ در آر یک کوچکترین کران بالایی دارد. بذاری من رنگش رو عوض کنم. خب در حقیقت میگه اگه یه مجموعه ای زیر مجموعه آر باشه که کران بالا داشته باشه، من یه کران بالا با میتونم برای آ پیدا کنم که از تمام کران بالاهای دیگه کمتر مساوی باشه. خب برگردیم به همین مثال همون بینید، صفر و یک اینطوری بود دیگه، من باز صفر و یک، یکو که میگیرم از هر کران بالای دیگه آ بزرگتره، کوچکتر مساویه، ببخشید. خب و این هیچ ربطی به ویژگی های مجموعه آ نداره، فقط باید ناتوهی باشه و کران بالا داشته باشه، میخواد دوتا عضو داشته باشه، میخواد بازه باشه، میخواد گسسته باشه، میخواد پیوسته باشه، میخواد نمیدونم یه تیکش گسسته باشه، تیکش پیوسته، هر خاصیتی داشته باشه، آ ناتوهی باشه و بتونم یه عضو از آر پیدا کنم که از تمام اعضای آ بزرگتره، این دوتا ویژگی داشته باشه، اون وقت یه کوچیکترین عضو با این خاصیت دارم. و این تفاوت آر و کیو که میگم کیو سوراخ داره. نگاه کنید الان این مجموعه آی که من اینجا درمشتم، این مجموعه‌ای که کران بالا داره. خب مثلا 4 از تمام اعضای آ بیشتر مساویه. خب ولی هیچ عضوی از کیو نیست که از تمام اعضای این مجموعه بیشتر مساوی باشه و از هر کران بالای دیگه هم کوچیک‌تر باشه. در حقیقت اگه یک کسی می‌خواست این خاصیت رو باید داشته باشه، میشد رادیکال 2 که می‌دونیم عضو کیو نیست. یعنی هر عدد دیگه‌ای بگیرید که کران بالای چیز باشه، هر عدد دیگه‌ای بگیرید که کران بالای در حقیقت مجموعه آ باشه، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که من میتونم بین اون عدد و رادیکال 2 یه عدد گویای دیگه پیدا کنم که اون یه کران بالای کوچیک‌تره و این در حقیقت اون چیزیه که باعث میشه که اعداد گویا اصل تمامیت نداشته باشن. دقت کنید که این که این کوچیک‌ترین کران بالای ممکنه در آ باشه، ممکنه خارج آ باشه، چون دقت کنید که من تو تعریف کران بالایی گفت نامساوی اکید نذاشتم، مساوی هم گذاشتم. مثلا چه بازه بسته 0 و 1 در نظر بگیر، چه بازه باز 0 و 1، هر دوتا سوپشون که این در حقیقت چیزو با سوپ یا سوپریموم نمایشش میدیم، اینو با SUP نمایشش میدیم، SUPه بازه بسته 0 و 1 مساوی با سوپریموم بازه باز 0 و 1 و جفتشون 1. 1 اون کوچکترین کران بالا برای مجموعه باز، بازه باز 0 و 1 و بازه بسته 0 و 1. یعنی هر کران بالای دیگه‌ای برای بازه باز 0 و 1 پیدا کنید از 1 بزرگتر مساویه، هر کران بالای دیگه‌ای واسه بازه بسته 0 و 1 هم پیدا کنید از 1 بزرگتر مساویه. خب این که آر این ویژگی رو داره اصلا چیز بدیهی نیست. خب خیلی هم یعنی اثباتش کار داره، کلی دقایق به قول معروف آنالیزی داره، ولی این اون ویژگیه که ما بهش میگیم سوراخ نداشتن. خب
حس هم دارید که احتمالا چرا بهش میگید سرعت، یعنی انگار میگه که شما وقتی که یه مجموعه دارید، یه سری عدد دارید که ازش مثلا این مجموعه آتون باشه تا این ته آ انگار این جا باشه، انگار وقتی یه چیزی داره میگه کرام بالا داره، داره میگه یه بهترین کرام بالا داره یا مینیموم کرام بالا داره یا کوچیکترین کرام بالا داره، انگار یعنی من میتونم بیام یه خطو بگیرم رو آ ببرم بذارم آخرین جای آ، خب و این آخرین جای آ یه عدد حقیقیه. اوکی نها کنید، من آخرین جای بازه بذارین اینجا یه نقاشی بکشم، ببینید این بازه چه بازه بسته صفر و یک باشه چه بازه باز صفر و یک باشه، خب من میتونم یه دونه خط بگیرم، خب این خط رو من انشالله تکون بدم، امیدوارم شما ببینیدش، خب این خط رو که تکون میدم به من ذره ذره میارم، این خط رو میتونم ببرم سمت راست، حالا شما یه ذره دیر میبینید تکون خوردنش رو، اشکال نداره، خب من این خط رو میتونم ببرم چون مجموعه آ در حقیقت الان از بالا کران داره، یعنی یه جایی هست که میدونم خط سمت راست آ خواهد بود کاملا، خب این به خاطر اینکه آ کران بالا داره، کران بالا داره یعنی همین، یعنی یه جی نقطه‌ای هست که از همه اعضای آ بزرگتر مساویه، مونتا داره میگه اینو من میتونم انقدر ببرم سمت راست دقیقا برسه به اولین جایی که از تمام اعضای آ بزرگتر مساویه، و این اولین جایی یه نقطه از خود مجموعه است، از خود آره ها، نه از خود مجموعه آ، از خود آره که اون نقطه اینجا یک میشه، خب و در حقیقت اون مجموعه‌ای که من در حقیقت برای عدد گویا ساخته بودم اسمشو گذاشته بودم آ، که اینجاها مثلا حدودم بود که مثلا فرض کنید این رادیکال دوی گویای منه، خب من این خط تو دقت کنید که این خط انگار با مجموعه تعریف میشه، من میتونم این خط تو انقدر بیارم سمت راست تا دقیقا آخر اون مجموعه آ قرار بگیره، ولی اون آخره دیگه تو گویا عدد گویا نیست، یعنی اگه من بخوام خط رو مقید کنم که فقط رو اعداد گویا حرکت کن، هیچ وقت به ته آ نمیرسه، آ اون مجموعه اعدادی بود که توان دوشون کمتر از دو بود، انگار من رو اعداد گویا که هیچ چیز میکنم، هرچی جلو میبرم هیچ چیزه، به ته آ نمیرسم، از اون ور از جلو هرچی عقب میارم باز به ته آ نمیرسم، یعنی هر چقدر رو عدد گویا عقب بیارم باز یه چیزی میتونم عقبتر پیدا کنم، هر چم رو آ جلو برم باز یه چیز جلوتر میتونم پیدا کنم که هنوز به ته آ نرسیده باشه، هیچ وقت دقیقاً برای اولین بار به ته آ رسیدن انگار این اولین بار، حالا چیزها کوچیکترین جایی که از همه اعضای آ بزرگتر مساوی نمیتونم برسم، خب این ویژگیه که در حقیقت اعداد گنگ دارن و اعداد گویا ندارن، و این ویژگی خیلی ویژگیه مهمیه، اوکی این که در حقیقت این اون چیزیه که ما حسمون از سوراخ نداشتن اعداد حقیقیه، اعداد حقیقی شما این خطر میتونید ببرید به آخرین جا برسید، من اون آخرین جا یه عدد واقعا، خب در حقیقت من اون آخرین جا رو بر اعداد گویا میتونم تعریف کنم ولی یه عدد گویا نمیشه، این که چجوری میتونم تعریف کنم و بیخیال ماجرا پیچیده ایه، خب حالا یه ظرافتی داره تعریفش که چیز نیست، ولی اون آخرین جا رو من نمیتونم تعریف کنم توی عدد گویا ولی تو عدد حقیقی میتونم تعریف کنم، و این اون چیزیه که بهش میگیم اصل تمامیت، این اصل تمامیت در حقیقت این بزرگتر کوچیکتر خیلی چیز ندیگه، من در حقیقت اگه یه مجموعه داشته باشم که از پایین کران دار باشه اون وقت حتما میتونم براش بزرگترین کران پایین پیدا کنم، خیلی فرقی نداره که مثلا صفر بر باز صفر و یک، اوکی پس دقت کنید این رو مجموعه آ من هیچ خاصیتی نداشتم جز ناتویی بودن و از بالا کران دار بودن، یعنی یک کران بالایی داشتن، و وقتی کوچکترین کران بالایی داره و این یعنی سوراخ نبودن آر، خب و به این معنا آر سوراخ نیست ولی کیو سوراخ هست، و با خود با نشستن تو خود کیو میشه فهمید کیو سوراخه، به خاطر اینکه هیچ عضوی نیست که از تمام اعدادی که توان دوشون از دو کمتر مساویه بیشتر باشه و از هر کران بالای دیگه ای هم بهتر باشه، اوکی
یکی از دوستان میگه بازه صفر و دو منهای یک سوپریموم داره ولی سوراخ هم داره. من راجع زیر مجموعه ها ممکنه سوراخ داشته باشه، من میگم آره که سوراخ نداره، قاطی نکنید. من نگفتم بازه صفر و یک سوراخ داره یا نداره، گفتم آر سوراخ نداره، به خاطر اینکه هر زیر مجموعه شکلی تونم من یه آخرین عضو میتونم براش، یا در حقیقت بهترین کران بالا براش میتونم پیدا کنم. اوکی، این پس اون چیزی که عنوان است تمامیت به رسمیت میشناسن و در حقیقت این معادل با یک گزاره خیلی پیچیده تریه. خب که شاید اواخر درس در حقیقت که بحث دنباله و سریار گفتیم، اونجا من اشاره کردم که این به چه موضوعی ربط داره. یعنی این یه موضوع کلی تریه که رو آر به خاطر خاصیت ترتیبیش معادل با این ماجرا میشه. عدد گنگ سوراخ، عدد گنگ هم سوراخ دارن. آره دیگه، عدد گنگ مثلا دو تو عدد گنگ نیست دیگه، یه سوراخ عدد گنگه. خب چون میگم صفر توشون نیست، یک توشون نیست، دو توشون نیست، و کلی مجموعه من میتونم تعریف کنم که کوچیکترین کران بالاش باید یک باشه، باید دو باشه، و خب این مجموعه ها مشکل پیدا میکنن. این تیکه که من راجع به است تمامیت گفتم، همونطور که اولش هم گفتم توی چیز نیست، توی گزینش ما نمیاد. من انشاءالله از جلسه بعد چیز میکنم، یعنی آر رو چجوری تعریف کردیم، ول کنید پیچید از تعریف چیزش چجوری، با همین است تمامیت یکی از تعریفاش، یعنی در حقیقت آر مجموعه یک عدد گویا رو تام یا تمام میکنه. اوکی، من انشاءالله از جلسه بعد بحثمون رو راجع به حد شروع میکنم. اگر که سوالی دارید من در خدمتم. اول از همه آرتمیس شکرریز بفرمایید. سلام استاد، وقتتون بخیر. ممنون، بفرمایید. من یه سوال از اول عدد مختلط داشتم و من دیروز یه دونه اسه خوندم از دانشگاه مکزیک که خیلی توضیح جالبی داده بود، که من برام سوال شد دقیقاً از کجا رسیده. اون میگفتش که ما زمانی که میخوایم اپراتور اعداد منفی رو بذاریم، بعد 180 درجه اعداد مثبت رو بچرخونیم. برای اعداد آی و جی، حالا آی یا جی، باید 90 درجه بچرخونیم که در دو بار جی رو انجام بدیم، دو تا 90 درجه شه 180 درجه، در واقع میرسیم به اپراتور منفی به جای اپراتور جی که منفی یکه. بعد از اونجا اومده و گفته بود حالا که جی در جی شد منفی یک، پس میتونیم بگیم جی مساوی است با رادیکال منفی یک، ولی فاقد ارزش عددی در واقع. و در واقع مشکلی که برای ما خود مبهم بود و حل کرد با این توضیح که در واقع جی مثل منفی صرفا یک اپراتوره که معنی 90 درجه رو میده. خب اگه خوشحالید، بخشی شرمنده، من میخوام اینجا متوقفتون کنم. اگه با این توضیح خوشحالید اوکی، هیچ مشکلی نداره، ولی خواهشاً جلوتر ندید، من چون مطمئن نیستم برای همه رفع ابهامش بیشتر باشه. یعنی اوکی، نه منظورم توضیحات... که این درست هست یا غلط، حرف غلطی نیست، ولی من اینجوری تعریف نکردم. یعنی اون یه روش تعریفه که قابل فکر و اینا، یعنی در حقیقت با نمایش هندسی اعداد مختلط شروع میکنه، ولی برای یه سری ها اون خیلی مبهمتره. یعنی این نمونه که من با نمایش هندسی اول شروع کنم بحثو، این قابل فکره که من با نمایش هندسی شروع کنم، ولی بیخیال، خیلی بر بعضی ها چیزه. اگه شما باش اوکیید خوبه، هیچ چیز بدی نداره، ولی الان ادامه ندیم چون ممکنه بر بقیه مبهم باشه. اون مزدوج ریشه ها رو گفتم، اون دوستی که میگی مزدوج ریشه ها رو بگو، گفتم دیگه، همون بود که ریشه های حقیقی چند جمله مزدوجشون هم ریشه است. محمد علی خنجری بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. ببین من الان اینو کامل متوجه شدم که این رادیکال دو جزء عدد حقیقی هست، ولی خب گویا نیست و اینو کاری علی. بعد اینکه ما اثبات کردیم که، ببین روند اثبات من خیلی، نه من اثبات نکردم چیزی ها، ببین من فقط در حقیقت گفتم که تو اعداد گنگ به این ماجرا، تو اعداد حقیقی نگاه کنی، یه کوچکترین عددی که از همه اعضای اون مجموعه آ بزرگتر باشه وجود داره که همین رادیکال دوی خودمونه، ولی تو اعداد گویا که نگاه میکنی همچین عددی وجود نداره، و به همین معنا شما میتونید حس کنید که اعداد گویا سوراخ داره وقتی فقط اعداد گویا رو دارید میبینید. سوال هست آره. نه اثبات، من اثبات دقیق اصلا نگفتم. میشه اثبات دقیق گفت ولی من نگفتم. خسته نباشید. خواهش کنم.
پارسا مکرمی، بفرمایید اگه فامیلیتون اشتباه نخونده باشم. من صداتون رو ندارم جناب مکرمی، مکرمی یا مکرمی. نه ظاهرا صداتون نمیاد. حالا میخوایم مهدی آزادی خواه شما بفرمایید تا پارسا مکرمی. سلام استاد. سلام سلام، بفرمایید. آشی استاد، تو این قسمتی که قضیه اساسی جبر ولای چند جمله یا یه که با ضرب مختلط بوده، الان ما اینجا در واقع داریم یه چند جمله تعریف میکنیم اصلا با متغیر زد، که اینا توی اعداد مختلط هم میتونیم براش ریشه پیدا کنیم دیگه. بله بله. بعد اینجا که اومدیم ما خودمون فرض کردیم حالا ضرایبش رو اعداد حقیقی کنیم تو قسمت ادامهش. آره دیگه، تو ادامهش در حقیقت خب اعداد حقیقی زیر مجموعی از اعداد مختلط هم دیگه. درست. یعنی وقتی اون قضیه برای اعداد حقیقی درست مختلط درست بود، برای حقیقی هم درست میشه دیگه، منتها ریشه ها مختلط میمونن. یعنی شما میتونید فرضتون رو قوی تر کنید ولی حکمتون لزوما قوی تر نمیشه. بله. و الان اینجا همینجا اثبات شدش که مزدوجشون هم ریشه هاش هست دیگه، اگر که چند جمله ضربش حقیقی باشه. آها، اگه ضرایبش حقیقی نباشه پس امکان داره که نباشه. آره ریشه، یا ریشه باشه ولی مزدوجش نباشه. درست. بعد تو ادامهش من این که در واقع ضرب کردیم یکی زد منهای مثلا آلفا یک و زد منهای آلفا یک بار، اینجا رو من دقیقا متوجه نشدم به اینکه تاش رسیدیم یه عدد حقیقی شد. به من گفتم که اگه چند جمله با ضرایب حقیقی داشته باشیم، هر وقت که یه ریشه غیر حقیقی داشته باشه مزدوجش هم ریشه است. درست. بعد مثلا گفتم فرض کنید که آلفا دو مزدوج آلفا یک باشه. اوکی. بله. حالا اگه آلفا دو مزدوج آلفا یک باشه، بیا این توی این تجزیه زد زیمن های آلفا یک ضرب در زیمن های آلفا دو رو در نظر بگیر. بله. خب این میشه زیمن های آ بله بی آی ضرب در زیمن های آ من های بی آی. این دوتا رو تو هم ضرب کن. رسیدم به یه عبارت کاملا حقیقی. یعنی در حقیقت من دو تا از اینا رو گرفتم تو هم ضرب کردم شد یه چیز حقیقی. اوکی. در حقیقت یه سریشون هستن که زیمن های یه عدد حقیقیه که خودش سر جاش هست، یه سریشون هست که زیمن های یه عدد مختلطه که اگر ضرب در زیمن های مزدوجه کنی این به تو یه عبارت حقیقی میده، یه عبارت چند جمله درجه دوی حقیقی. یکی از دوستان پرسید چرا حقیقی؟ خب اینجا آبی حقیقی هن دیگه، اینجا الان آی نداریم دیگه. این تیکه فکر کنم تو کتاب کلکولس نیست. الان یعنی متغیره. خب نه نه نه، این به عنوان یک چند جمله ای، چند جمله ای با ضرایب حقیقیه. زی متغیره، زی چه عدد حقیقی باشه چه مختلط باشه درسته این عبارت، ولی این ضرایب این چند جمله الان فقط اعداد حقیقی هست. یعنی الان اینجا ما اصلا میتونیم یه عبارت با ضرب حقیقی رو به یه عبارتی با ریشه های اعداد مختلط که مزدوج و مزدوج همان در حقیقت یه چند جمله با ضرب حقیقی شما میتونید تجزیه کنی خب به این تا عبارت که احتمالاً یه سریشون مختلطن، این تا چند جمله درجه، مون تا اون چند جمله درجه یک که در چیزن غیر حقیقی هن دو به دو مزدوج هن. آها بله. و اون دو به دو مزدوج ها رو تو هم ضرب کنی باز دوباره چند جمله حقیقی میده. درست. من اونایی که زده من عدد حقیقی هن رو که نگه میده، اونایی که مختلطن هم دو به دو هم میگیریم درجه دوی حقیقی به همون میده. درست. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. پارسا مکرمی اگه صدات درست شد صحبت کن، اگر نشد به نظر میرسه هنوز نشده، مهدی ستاری بگو. سلام استاد، وقتتون سلام، بفرمایید. حالا آقای آزادی خواه تقریبا همین سوالات رو پرسیدم، ولی اینجا من اون تو صفحه آخری که قبل اصل تمامیت هست سوالم اینه، حالا ما اومدیم که به یه چند جمله حقیقی رسیدیم، از ضرب دوتا چند جمله زیمن های حالا یه عدد مختلطی که دو دو مزدوج هستن، حتما بله. باید مزدوج باشن. مزدوج رو همین دیگه ثابت کنیم که چند جمله حقیقی داشته باشیم هر چی ریشش باشه مزدوجش هم ریششه. به اینجا همین تو صفحه قبل ثابت کردیم دیگه. اینجا ما پس که گفتیم چند جمله
اینجا چند ثابت جمله ها کنیم که درجه دو ریشه حقی ندارن؟ آها خب ببین ضرب این دوتا تو هم میشه یه همچین عبارتی که اینو من میدونم ریشه حقیقی نداریم، به خاطر اینکه یه عبارت توان دو به علاوه یه عبارت توان دو حقیقیه، این نمیتونه ریشه چرا حقیقی داشته میشه؟ باشه. اینها دیگه توان دو تا البته به علاوه آلفا توان دو او دیگه. بتا، البته آ و ب رو صرف بگیریم که کلا نمیشه. درسته بله. آر به خاطر این ریشه حقیقی نداره، این ممنون. همواره یه عبارت مثبت. آه ممنون. خواهش میکنم، چون فرضم کرده بودیم بی ناصفر دیگه، قرار بود چون این مختلف بشه یعنی این تیکش حتما مثبت، یعنی صفرم قطعا نخواهد بود. علی بزرگ مهری بفرمایید. خسته نباشید استاد. ببخشید من یه سوالی داشتم از بخش اعداد مختلط. استاد ما یه سوالی بودش من داشتم حل میکردم که میگفتش که به صورت آ به علاوه بی آی داده بود یه عدد مختلطی رو، بعد میگفتش که نرم و آرگومان رو به دست بیارین به صورت قطبی بنویسیدش، بعد ما آرگومان رو مثلا از طریق آرک تانجانت یا مثلا تانجانت منفی یک به دست می آوردیم، حالا تو سی آی اسش که میخواستیم بنویسیم خواستم ببینم واجبه که کوسینوس و سینوس رو به دست بیاریم بعد قرار بدیم، یا میتونیم بنویسیم مثلا سینوس نه تانجانت منفی اوکیه، یک فقط حواستون باشه اگه از آرک تانجانت استفاده میکنید آرک تانجانت توی رنج نصف اون چیزی که ما لازم داریم خوش تعریفه، یعنی در حقیقت شما آرک تانجانت این زاویه و این زاویه با هم برابرن، حواستون به این فقط باشه یهو اشتباه نکنید، یعنی با آرک تانجانت همینطوری بنویسید لزوما به جواب درست نمیرسید، بله. باید حواستون باشه که زاویهش کدوم میشه. خب مثلا وقتی که میدن به ما فقط از روی همون آرک تانجانت به دست میاریم آرگومان رو، اوکی اگه اونطوری دارید به دست میارید باید بعدش یه احتمالا اگه لازم دارید خودتون با یه پی جمعش بکنید. آها خب مرسی، اینو متوجه شدم. بعد استاد یه سوال غیر درسی هم داشتم راجع به سی دبلیو، من با آموزش صحبت کردم اصلا گفتن که برای اینکه از من هیچی نپرسید، من هیچی نمیدونم نمیتونم کاری نه بکنم، چیزی نه فقط گفتن که به من گفتن من عرض کنم خدمتتون که اگه میشه یه بروز رسانی بکنید لیست دانشجوها رو که باشه تا قبل از سیزن انشالله انجام میشه، لطف میکنید متشکر. فقط اینم باز بخواین که چیز بکنم ولی اوکی انشالله انجام میشه. خب مهدی حسین استاد سلام. سلام بفرمایید. باشید فرض کنید W و Z دو تا عدد مختلط باشن، بعد معادله ای داریم به صورت Z به توان 5 مساوی با W به توان 5. خب اگر الان از طرف این ریشه پنجم بگیرم Z مساوی میشه با W، بعد فقط یه جواب الان به دست میاد برام و اون از نه دیگه در حقیقت اون W رو با زاویه های در حقیقت 2π پنجم 2π پنجم هم که بچرخونید باز دوباره توان 5ش با W 5 برابر میشه. خب در حقیقت توان 5 رو نمیتونید از دو طرف بزنید، ساده کردن کار درستی نیست. آها اگه تو x دو مساوی y دو تو عدد حقیقی ما میتونید توان دو رو از دو طرف بزنید. نه ولی خب فرجش فرد بود. خب اون فرجه فرد مال عدد حقیقی بود که میتونستی ساده کنی، مال تو عدد مختلف آها نمیتونی. آها. 5 تا ریشه آها داره. آها ولی پیشنهاد داشتم این که تا حالا رعایت شد از این بعد می‌خواستم اگه میتونی رعایت کنی این که برای جلسه بعدی بگین چی می‌خواید درس ما از قبل پیشخوان داشته باشین خیلی به نفع باشه. اگه من مشکل خاصی ندارم، من چون تقریبا معلومه همیشه چی می‌خوام بگم جلسه بعد، بنابراین یادآوری سیز بکنید سعی می‌کنم بگم ان شاءالله. استاد میتونم بپرسم الان؟ بفهمید ای آرش جدیدی بفهمید. استاد این چیزی که فرمودین قضیه ای که همین الان صفم روشه، این الان یه روش تجزیه است، یعنی ابزار تجزیه به ما میده یا اینکه نه ابزار به من میگه یعنی میگه که این کار رو میشود کرد، در حقیقت قضیه به قول معروف وجودیه، روش مثلا روش دلتا که واسه معادله درجه دو میشناسید نیست، در حقیقت میگه میشود یه جوری این کار رو کرد، چه جوری بکنید و هیچی نمیگه. یعنی الان شما یه معادله درجه 10 بدید به من بگید اینو ریشاشو درار، لزوما من نمیتونم این کارو بکنم. بعد اینکه حالا جسارت نباشه، من این مکتب خونه رو یه نگاه انداختم اونجا درجه 3 رو گفته بودین، اینو پیش فرض گرفتین بعد بلد باشیم یا نه اصلا اون کلا اون سری من چیزی که درس میدادم یعنی از رو کتاب دکتر شهشانی بود اونجا حل معادله درجه 3 توش درس میدادیم، اینجا درس نمیدیم. نه خیلی هم نیاز خاصی بهش نداریم. بعد استاد بیشتر سوالامون در مورد منبع یا مثلا سوال
تمریناش اینا رو از خودتون باید بپرسیم یا از تی ای؟ اینو من هنوز تی متوجه ای نشدم. بهتر، اگه به جواب نرسیدید از من بپرسید ببینم جواب میدم یا نه. خیلی ممنون، دست خواهش شما میکنم. حسین آقای بفرمایید. استاد حاجی من یه سوال داشتم، توی اون اثبات بسته بودن اعداد مختلف نسبت به تقسیم، ما برای سی و دی عدد در آوردیم مخرجاشون آ دو به علاوه بی دو بود دیگه. بله. بعد اون مزوده رو برای چی انجام دادیم؟ نه یعنی دیدیم که این از قضای روزگار به لحاظ تعریفی با اون برابره، صورتمون بود آ منهای بی آی دیگه، آ منهای بی آی تقسیم بر آ دو به علاوه بی دو بود دیگه در حقیقت. حالا آ منهای بی آی اسمش همون مزدوجه دیگه، یعنی اینو حساب کردیم دیدیم مزدوجه، و بعدا دیدیم که حالا با اون تعریف ضرب و چیز اینا میشد چک کرد که این درسته واقعا مزدوج، یعنی نکته خاصی نداره. همس بگم بخشی از اثباتون؟ نه اوکی مرسی. علیرضا همایون خواه بفرمایید. علیرضا همایون خواه هستی؟ سلام. بفرمایید. سلام من شاهیده. آها شما شاهیده. بزنینم علیرضا همایون خواه. نه صبر کن. سلام های میرساده، صدای منو دارین؟ بله. همایون خواه هستم. ببخشید در رابطه با اصل تمامیت که گفتین توی خود کتاب کلکولس هم هست یا نیست؟ بکنم یه اشاره ملایمی کرده. آره بعد بخش کامپلکس فانکشنز رو هم خودمون بخونیم دیگه، چون گفتین جلسه بعد هم رو درس میدین. نمیدونم دوست دارید به عنوان مطالعه آزاد بکنیم، ولی توی یعنی خودتون درس نمیدین دیگه اونو؟ نه درس نمیدم، تو سنجش هم نیست. درست، خیلی ممنون لطف کردید. خواهش کنم. علی شاهی در بفرمایید. استاد سلام. میگم که من چند تا سوال از جلسه قبل داشتم. اینکه مثلا آرگومان W با منفی آرگومان معکوسش برابره؟ یعنی آرگومان W مساوی با منفی آرگومان یک بروی W با منفی آرگومان معکوسش؟ نه، یعنی آرگومان معکوس میشه منفی. خب منفی آرگومان معکوس میشه سب کنم گفتید چی؟ دوباره بگو عبارت دقیقه تو. آرگومان W برابر با منفی آرگومان یک بروی W. خب آره دیگه، درست. ببخش منشتی برابر اینو بس. اوکی، گفته بودم دیگه، اصلا بود تو اسلاید دیگه که آرگومان W یک W منفیه بود تو اسلاید. بعد یه سوال دیگه توی سوالای نامعادله طور همین اعداد مختلط وقتی حلشون میکنیم بعد به یه معادله میرسیم که به معادله بیزی نیاز داره. حالا این معادله بیزی رو ما نیازی که بلدش باشیم یا نیاز نیستش؟ من چیزی که نگفتم خیلی چیز نیستش. من نمیدونم منظورتون از نامعادله چیه. اگه منظورتون نرم فلان از یادی کم تر مساوی نیست، حالا در حدی که بیزی بدونید مثلا معادلش میشه ایکس نمیدونم فاصله جمع فاصله ها از دوتا کانون کمتر از یه عدد، اینا خوبه بلد باشید. به لحاظ اطلاعات عمومی هم خوبه که بلد باشید این ماجرا رو. مرسی. خواهش میکنم. امین صادقی بفرمایید. سلام های دکتر. سلام. ممنون. میگم تو همین صفحه پیزد رو نوشتیم چند جمله با ضرایب حقیقی و تعریفش کردیم پیزد مساوی با یه آینی که ضریب حقیقی تعریفش نکردم. میدونیم میشه این کارو کرد. بسته. ولی یه سوال دارم، پیزد یه چند جمله دیگه چرا باید همه ضرایبش جوابشون عدد مختلف بشه؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه. آخه اینجوری که شما تعریف کردین همه آلفا مختلط هم دیگه. خب میدونم عدد حقیقی هم عدد مختلط هم. آخه عدد حقیقی زیر مجموعی از عدد مختلطه. حال ممنون، دستش بکنم. خواهش میکنم. پارسا مکرمی درست شد میکروفونت؟ من کماکان صدایی ندارم از شما. مهدی زینتی شما بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. من یه سوال داشتم، اون داشت خیلی ریاضیاتی نباشه، ولی میخوام بدونم اولین بار چه احساس نیازی کردیم که بخوایم آی و ما تعریف کنیم؟ یعنی مثلا حل معادله درجه دو پیدا کردن ریشه های معادله همه معادله ها باید جواب داشته باشن الزام. حالا ملت دیدن که
سعی کنیم جواب بدیم مگه ملت چه نیازی داشتن به x دو مساوی دو؟ نه یعنی چرا باید یه چیزی رو تعریف کنن که حالا شاید اصلا وجود خارجی هم نداشته باشه؟ خب آخه من x دو مساوی دو جوابی وجود خارجی داشت، چه نیازی بهش داشتن؟ میدونم جوابم چه دلیه. نه خیلی شهودی نسبتش داریم ولی اون هیچ شهودی نه. اون شهودو که گفتم دیگه، اون وقت اونجوری بگی که منفی یک هم نسبت به شهود نداریم، چون منفی یک رو تعریف کنم. آره اینم هست، منفی یکی خیلی بدتره. نه ولی حرفتو میفهمم، حستو میفهمم، ولی مسئله اینه که یه مقدار از این حستون که البته حس کاملا به جاییه، یعنی من گفتم دارم جواب جدلی میدم، ولی حس به جایی از این میاد که اعداد حقیقی رو تا از بچگیتون تا حالا باش کار کردید. اگه مثلا از تا امسال هیچ وقت راجع به رادیکال دو هم نشنیده بودید، یهو همین حس و نسبت به رادیکال دو داشتید که یعنی چی، این از کجا بود در آوردی؟ ولی چیز نکته اینه که ولی اون وقت بعدن که میگم مثلا کلکولس مختلط و اینا رو میبینید، یا در حقیقت تابع مختلط میبینید، ببینید چقدر از چیزایی که راجع به اعداد حقیقی ما میدونیم اگه تو اعداد مختلط نگاه کنیم تمیزتر و طبیعی تر پیش میره. یعنی اصلا یه شعبده بازی رسمن اعداد مختلط، یعنی یه کارهای عجیب غریبی تو بودن. مثلا خب یه نتیجه همین نتیجه با مزهش همین این دیگه، تجزیه یه چیز چند جمله ها، خیلی قضیه عمیق و فوق‌العاده ایه. خب من یه سوال دیگه هم داشتم بپرسید، ولی من چیزه، من یه کرام بذارم، من تا این آقای یا خانم MBIN آخرین کسیه که سوالش رو جواب میدم. بفرمایید. اگه ما بتونیم یه تنازوی یک به یک برقرار کنیم مثلا بین یه مجموعه با آر، چون ثابت کردیم آر سوراخ نداره، اون مجموعه هم سوراخ نداره، چرا ممکن داشته باشه؟ میشه مثال بزنیم؟ از آر صفر رو بردار، تنازل یک به یک با آر داره ولی صفر رو نداره، سوراخ داره. من بسیار خوب، من خواهش میکنم. محمد مهدی مهدوی بفرمایید. استاد سلام علیکم. سلام. صدای منو داری؟ بله بفرمایید. استاد یه بار دیگه میشه بگید چرا اون ریشه زد و زد بار با هم یکی هن؟ نه نگفتم که ریشه زد و زد بار یکی هن. من گفتم اگه یه چند جمله حقیقی داشته باشم، خب مقدار چند جمله در زد بار میشه با مزدوج چند جمله در نقطه زد. اوکی، یعنی اگه تو زد بار پی زد بار حساب کنیم میشه پی زد بار، و این بر دست زرها. نه اون تیکه نتیجه این که گفتید پی زد مساوی صفر، پس خب همین دیگه. حالا اگه پی زد مساوی صفر باشه، پی زد بار هم میشه پی زد بار. خب پی زد که صفر بود، صفر بار هم که میشه خود صفر. آها حل. بعد این در واقع منظورم اینه که اگه مثلا توی چند جمله x2 به اضافه 1 داشته باشیم، اینو میتونیم تجزیه کنیم به دو تا عدد مختلف که مزدوج همن. دقیقا، که میشه x و y در اسم نهایی مثلا. حل. خیلی ممنون. خواهش میکنم. آقای امیررضا بفرمایید. من صدایی ازتون ندارم آقای امیررضا. اگر صدا نیست، سید محمد مهدی محمد احمدی بفرمایید. ببخشید. سلام استاد، صدای منو دارید؟ اون فکر کنم صدام نمیادتون اومد آقای امیررضا، اگه شما بودید. صدام نمیاد؟ میاد، الان میاد. باش. ببخشید من یه سوال داشتم استاد. ما توی اعداد از اعداد مختلط استفاده کردیم، بعد نمودار آرگان رو تعریف کردیم. نمودار بعد آرگان میگیم منظورتون چیه؟ همون نموداری که اعداد حقیقی بود و اعداد چیز آی عمودی بود روش. آها، همین صفحه مختلط رو میگیم. همون که خودتون گفتیم، بله. پس سوالم اینه که میتونیم از این توی اثبات استفاده کنیم؟ مثلا نامساوی مثلثاتی که بود. اگه درست باشه استفادتون مشکل نداره. فهمیدم، باش. دست شما درنه. خواهش کنم. سید محمد مهدی احمدی بفرمایید. سلام استاد، صدای منو داری؟ بله. همین اسلایدی که الان هست، این بخشی که پی مزدوج زی شد مزدوج پی زی یعنی چی؟ این مقدارش حساب کنیم، مثلا اگه مقدار این شد یک به علاوه آی، اون وقت مقدار این میشه یک منهای آی. یعنی مثلا پی
چه میدونم آی رو حساب کردیم شد یک به علاوه آی، اون پی من های آی میشه یک من های آی. آها ممنون، خواهش میکنم. جناب ام بی آی ان بفرمایید. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. آقای استاد یه سوال داشتم، همونجور تو حرفتون هم اشاره کردید، وقتی که نرم یا عدد مختلطی ولو بزرگتر کوچیکتر از یه عدد ثابت موندن، اینا رو توی صفحه مختلط چجوری باید نشون بدیم؟ اصلا کلا محاسبش شیوهش چجوریه؟ خب حالا اونا یه تعبیر هندسی داره دیگه، مثلا نرم عدد مختلط کمتر از دو میشه نقاطی که فاصله شون از مبدا کمتر از دوه که میشه داخل یه دایره. یعنی باید ببینید تعبیر هندسی چی میشه. نرم یعنی فاصله. بعد همیشه شکل هندسی آی یعنی فاصله از فاصله از آی. فاصله زده. بعد شکل‌های هندسیش متفاوت میشه. ممکنه بشه دیگه. آره دیگه، حالا خب باید ببینید تعبیر هندسیش چی میشه دیگه. یه موقع جمع فاصله ها میشه، یه موقع تفریق فاصله ها میشه، یه موقع خود فاصله میشه. باید ببینید چی میشه دیگه. مثلا زد منهای یک به علاوه زد به علاوه آی مثلا چه میدونم مساوی 4، این یعنی که نرم زد منهای یک به علاوه نرم زد به علاوه آی مساوی 4، یعنی فاصله از منهای آی و 1 جمع فاصله هاشون فلان بشه که مثلا یه بیسی میشه. خیلی ممنون. مریم شیران بفرمایید. سلام، ببخشید یه سوال داشتم. اونجا بود که تمامیت گفتید که ما یه کرم بالایی داریم، کرم پایینش هم داریم دیگه. آره، اگه کرم پایین داشته باشه اون وقت باز یه بزرگترین کرم پایین هم داریم تو آر. بعد هر دو رو اصل تمامیت می نامیم؟ آره فرقی نداره، چون با یه منفی ضرب بکنید این همون اونه، با هم فرقی نداره. میشه دستتون درد نکنه. نیکان توکلی بفرمایید. خسته نباشید. ببخشید، توی بعضی سوالایی که میدن من دیده بودم اینو به حالت ماتریس میدن اعداد مختلط رو. اون ماتریس چجوریه؟ یعنی مثلا ماتریس چه ویژگی رو بهمون میگه؟ خیال در حد این درس خیلی چیز نیستش، در حقیقت خیلی چیز نداره. در حقیقت شما عدد مختلط رو با یه ماتریس های 2x2 با یه ویژگی هم میتونید یکسان در نظر بگیرید، ولی بیخیال پیچیده است. در حقیقت خیلی آبلا بی آی شبیه ماتریس 2x2ایه که آمن های بی بی آ در نظر بگیریدش. خیلی این دوتا شبیه هم میشن، ولی میگم بی خیال. حتی این نه شبیه چیز دیگه است، ولی ول کن پیچیده است، سخت نگید. خب پارسا اون که یک بار دیگه تلاش کنید میکروفون درست شد یا نه، اگر نشد دیگه من خداحافظی کنم از دوستان. متاسفانه من کماکان صدا تو ندارم. خب دوستان خسته نباشید.